درود و سلام خدمت شما شنوندای عزیز. امروز زندگی نامه کسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که برای هزاره هویت بخشه. اگر تا حال چینل ما را سابسکرایب نکردید، سابسکرایب و لایک و کامنت کنید. تشکر. امروز زندگی نامه عبدالعلی مزاری را به شما به تصویر می‌کشم. عبدالعلی مزاری یا بابا مزاری مردی پشمینه پوشی هزاره کسی است که برای هزاره هویت بخشید. وی در سال 2026 در روستای نانوای شهر چارکن در ولایت بلخ افغانستان چشم به جهان کشد. عبدالعلی مزاری بین سالهای 1326 و 1373 از چهره های مشهور سیاسی و جهادی افغانستان و اولین دبیر کل حزب شیعی وحدت اسلامی افغانستان بود. در سال 1368 هجری شمسی با ادغام حزب سیاسی شیعه حزب وحدت اسلامی را تأسیس و وارد مناسبات سیاسی افغانستان گردید. اولین فعالیت های سیاسی عبدالعلی مزاری در قالب حزبی را میتوان مربوط به اوایل سال 1353 در حزب حسینی دانست. نقش مزاری در این حزب گرچه روشن نیست، اما اساس نامه حزب حسینی بروشنی نشانگری مبانی فکری او در اون روز هست. ایجاد و برپایی حکومت اسلامی و مبارزه بر اساس مبانی اسلامی از روی کارت های اصلی مزاری در حزب حسینی بوده است. مزاری در سال 1351 هجری شمسی وارد ایران شد. سالها به تحصیل در حوزه علمی قم پرداخت و در مبارزات انقلاب اسلامی ایران مشارکت داشت. مزاری در سال 1368 هجری شمسی به افغانستان بازگشت. اوج فعالیت های سیاسی مزاری در 3 دهه آخر زندگی او به عنوان دبیر حزب وحدت اسلامی در کابل بود که منجر به شهادت او در 22 اسفند 1373 هجری شمسی توسط طالبان گردید. حزب وحدت اسلامی افغانستان چگونه به وجود آمد؟ عبدالعلی مزاری در اوایل 1365 به افغانستان بازگشت و در شرایطی که توانسته بود قدرت و نفوذ خود را به تدریج در سازمان نصر افزایش دهد و برجسته ترین رهبر سازمان تبدیل شود. تلاش فراوانی برای متحد کردن گروه های شیعی به کار بست. از بهار 1367 هجری شمسی که سازمان نصر و گروهی رقیبش پاسداران جهاد اسلامی منشور اتحاد را امضا کردند. تابستان 1368 هجری شمسی که مسئولان اکثرا احزاب شیعه افغانستان را به میثاق وحدت رسیدند و گروه های خود را منحل اعلام کردند. مقامات برای تأسیس حزب وحدت اسلامی افغانستان فراهم شد. حزب وحدت پس از آغاز رهبری مزاری به مطرح ترین حزبی شیعه افغانستان تبدیل شد و بامیان ستاد مرکز حزب و مرکز تصمیم گیری‌های مهم سیاسی و نظامی شد. پس از ظهور طالبان و رشد سریع آنها با تصرف مناطق جنوبی و رسیدن به کابل ادامه یافت، درگیری نیروهای برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود و متحدینش با حزب وحدت اسلامی شدت یافت. مزاری برای ایجاد درگیری بین این نیروها و طالبان نیز به دلیل خوشبینی و طالبان که افکار واقعی خود را تا اون زمان آشکار نکرده بود تصمیم گرفت موافقنامه با این گروه امضا کند. بر اساس این توافق حزب وحدت باید مواضع خط مقدم و سلاح‌های سنگین خود را به طالبان واگذار می‌کرد. بین نیروهای این گروه به عنوان نیروهای حائل بین موازی حزب وحدت در غرب کابل بین نیروهای احمد مسعود مستقر می‌شدند. مزاری با توافق عمل کرد، اما طالبان با ورود به کابل در پی خلای سلاح کامل سربازان حزب وحدت و تصرف همه مناطق تحت کنترل آنان برآمد. سپس رهبر حزب وحدت و برخی از یاران نزدیکش را دستگیر کرد و به قندهار فرستاد. مزاری در 22 حدود 1373 هجری شمسی در بین راه و در هلیکوپتر و همراه یارانش توسط طالبان شهید. پیکر مزاری به مزار شریف انتقال یافت و در آنجا به خاک سپرده شد. تشییع جنازه او از غزنی به شهر به دوش هزاران نفر به صورت پیاده در سرمای کوهستان و طی مسافت صدها کیلومتر انجام شد. مقبره برای مزاری در نزدیکی زیارتگاه سخی
در مزار شریف ساخته شد. با اشغال مزار شریف به دست طالبان در تابستان 1377 مقبره او را منفجر کردند. در 21 خود 1394 محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان عبدالعلی مزاری را در فرمان رسمی ملقب به شهید وحدت ملی افغانستان کرد و 22 خود را به نام وی در تقویم رسمی افغانستان درج کرد. تشکر از اینکه با ما بودید.